من ساده هم چکو پر غرور و پر شکو موجه های سوخته. صبر میکنیم که دوستای دیگه بیان. درود به دوستانی که توی اتاق هستن و همینطور درود به دوستانی که بعداً میان. ما کامنتو باز نمی کنم به خاطری که نوشته ها میاد روی صورت سخنران ما. شما در طول برنامه اگر سوالی دارید اون علامت سوالی که اونجا هست رو بزنید و میتونید که سوالاتون رو بنویسین و من برای خانم رضوان دکتر رضوان مقدم میخونم. خانم دکتر رضوان مقدم جامعه شناس و سخنگوی کمپین توقف قلب‌های ناموسی است و یکی از دادخواهان هست که در تابستان 67 زمانی که بزرگترین جوانکشی در ایران اتفاق افتاد ایشون همسرشون رو از دست دادن. از سال 1357 تا به امروز بیش از 50,000 نفر در ایران توسط حکومت اسلامی کشته شدن. این شامل ترور دگراندیشان، کشتار بهائیان، سنگسارها، کشتار دگرباشان جنسیتی، کشته شدگان زیر شکنجه در زندان ها، ناپدید شدگان، قتل‌های زنجیره‌ای و اعدام ها روی پشت بام مدرسه رفاه و الان هم اخیراً به عنوان سه‌شنبه های شوم اعدام که رضا رسولی رو اعدام کردن و این چرخ اعدام همینطور در حرکت و تا زمانی که جمهوری اسلامی حکومت اسلامی هست این ماشین توقف متوقف نمیشه. و موضوع صحبت ما علیه فراموشی، چون ما نه فراموش میکنیم و نه کسی را میبخشیم. میزبان خانم دکتر رضوان مقدم هستیم، بفرمایید. درود میفرستم به شما پروین عزیز که همیشه مباحث خوبی رو برای بینندگان این برنامه ها تدارک میبینید. بحث امروز ما علیه فراموشی هست. ما در آستانه روزهای دهشتناکی هستیم که جمهوری اسلامی در تابستان 67 برای ملت ایران رقم زد متاسفانه. و البته قبل از اون هم همونطور که خودتون به درستی اشاره کردید از پشت بام مدرسه رفاه شروع کرد و ادامه پیدا کرد تا به امروز که ما در همین دیروز متاسفانه اعدام یکی از جوانان دیگر رو به نام رضا پارسایی اگر اشتباه نکنم رضا رسایی اعدام کردن ایشون رو. و این ماشین اعدام لحظه ای توقف نداشته از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی سر کار اومده متاسفانه. و اما بحث ما اینه که ما چرا باید علیه فراموشی تلاش بکنیم و فراموش نکردن چه تأثیری داره. اول اینکه عدم فراموشی چی هست، من اول این رو بگم که منظور ما از عدم فراموشی چیه و چه مکانیزمی داره. عدم فراموشی در حقیقت به معنی حفظ و نگهداری از حافظه تاریخی هست و تلاش برای جلوگیری از پاک شدن اون، برای جلوگیری از نادیده شدن تجربیات گذشته و اون چه که بر جامعه گذشته. این در حقیقت این رویکرد، یعنی رویکرد عدم فراموشی، میتونه به شکلگیری سیاست ها و اقدامات اجتماعی منجر بشه در آینده که در راستای تحقق عدالت اجتماعی باشه. اهمیتش از اینجا هستش. عدم در حقیقت اون عدم فراموشی که ما داریم ازش صحبت میکنیم
نقش کلیدی در ایجاد و اون تقویت عدالت، برقراری عدالت اجتماعی داره و میتونه یک ابزار قدرتمندی باشه در دست ما برای تغییرات اجتماعی در آینده در جوامع. حالا من بعداً مثال‌هایی رو خدمت شما از جوامعی که تجربه داشتند در به اصطلاح اینکه چه تأثیری داشته عدم فراموشی، من چند مورد رو خدمتون مثال خواهم زد، ولی قبل از اون مکانیزمی که ما چگونه از این عدم فراموشی باید خب همینطوری بگیم فراموش نمی کنیم و در درون خودمون باشه و پسیو باشیم، اون به خود ایجاد تغییر نمی کنه، بلکه ما این عدم فراموشی رو باید بیاییم و در یک مجرای درستی قرار بدیم و عدم فراموشی فردی رو تبدیل بکنیم به حرکت جمعی. دقیقا حالا این مسئله ای که در حقیقت خاصیت هایی که داره عدم فراموشی در وهله اول چی هست؟ در وهله اول آموزش و آگاهی هست، یعنی اینکه ما با گفتن مطالب از طریق حالا یا تاریخ شفاهی هست یا به صورت نوشتار هست، در هر حال اون حوادث گذشته رو ما باید بتونیم به نسل بعد از خودمون منتقل بکنیم. برای مثال فرض کنیم ما در سال 2009 که جنبش رأی من کو آغاز شد، خیلی ها مدعی بودن که از اون چه که در تابستان 67 اتفاق افتاده و از اون کشتار جمعی 5000 نفر هیچ اطلاعی نداشتند. حتی ما کسانی را داشتیم، حالا من دیگه حالا اسم افراد رو اینجا نمیبرم، ولی خب در هر حال در سطح اجتماعی اسامیشون مطرح هست و اینها مثلا با اینکه طرف مثلا وکیل بود، طرف روزنامه‌نگار بود که خب شغل روزنامه‌نگاری شغل حساسی و قاعدتا باید روی مسئله کنجکاو باشن، یا همینطور وکلا، اینها اظهار بی اطلاعی میکردن و میگفتن اصلا ما هیچ گونه اطلاعی نداشتیم. و این یک فاجعه است برای جامعه که وکیلش که روزنامه نگارش اظهار بی اطلاعی بکنه. پس یک مورد این هست که در حقیقت ما وقتی عدم فراموشی باشه، وقتی آموزش و آگاهی بدیم، کسی نمیتونه از خودش سلب مسئولیت بکنه و بگه من از خودم عملی نشون ندادم به این دلیل که اطلاع نداشتم. پس این یکی از دستاوردهاش است. موضوع دیگر این هستش که در حقیقت عدم فراموشی اون تحکیم حقوق بشر رو میکنه. یعنی چی؟ یعنی که ما اون یاداوری وقایع گذشته به جامعه کمک میکنه تا اون ارزش‌های حقوق بشری رو یاداوری بکنه. مثلا یکی از ارزش‌های حقوق بشری چیه؟ حق حیاته. و ما وقتی مسئله اعلامیه جهانی حقوق بشر، من معذرت میخوام بخاطر اینکه این مقداری من حساسیت دارم و این سرفه‌های من مانع میشه. خب وقتی که شما مسئله در حقیقت حق حیات رو مطرح میکنید و اون چه که در گذشته اتفاق افتاده، مثلا همون کشتارهای بدون محاکمه عادلانه که در پشت بام مدرسه رفاه اتفاق افتاد، این یادآوری اینها به شما یادآوری میکنه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو و در نتیجه جامعه به چالش کشیده میشه. اونجایی که کودکی رو برای تماشای صحنه اعدام به اصطلاح برده میشه، حقوق کودک زیر پا گذاشته میشه و در اینجا تمام اینها وقتی شما میایید و بحث میکنید در جامعه میارید مباحث رو، یادآوری حقوق بشر هست و در حقیقت اون مشکلات و بی‌عدالتی هایی که در گذشته اتفاق افتاده میتونه کمک بکنه به اینکه ما چیکار بکنیم، نهادهای دموکراتیک رو بسازیم و تلاش بکنیم برای پیشگیری از سوء استفاده از قدرت. مثلا بعضی میگن خب حالا گذشته گذشته، ول کنید، راجع بهش بحث نکنید، حرف نزنید. نه،
این صحبت کردن ها کمک میکنه به اینکه ما راه آینده رو برای بنای آینده رو درستتر بذاریم، محکمتر بذاریم. یکی دیگه از مسئله دستاورد هایی که این مسئله عدم فراموشی داره اینه که تشویق میکنه به تغییرات مثبت. در حقیقت آگاهی از تاریخ، از گذشته میتونه انگیزه بشه برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه. و همینطور یکی دیگه از عواملی که مواردی که میتونم بهش اشاره بکنم، مسئله هویت فرهنگی هست که باز هم میتونه نقش حیاتی داشته باشه در هم مسئله عدالت اجتماعی که بهش اشاره کردم. و یک مورد دیگه هم که مایلم اینجا بگم، عدم فراموشی تقویت همبستگی میکنه. چرا؟ وقتی من اون حس همبستگی ایجاد میشه، وقتی من از تجربه میگم، شما هیچ اطلاعی نداری. مثلا فرض کن من اینجا میام میگم که در سال 67 همسر من رو که 2 سال حکم اعدام، 2 سال حکم زندان داشت، با داشتن 2 سال حکم و با اینکه 5 سال و نیم در زندان نگهداری شده بود، اعدامش کردم در یک دادگاهی که در بیدادگاهی که کمتر از 1 دقیقه مثلا طول کشیده، چند ثانیه بوده، اصلا بوده نبوده، یعنی واقعا اینقدر همه چیز در یک فضای ابری اتفاق افتاده که هنوز این ابعادش، اگر ما این رو فرض کنیم مثل یک کوهی، یک ذره از این شاید حقیقتش بیرون اومده باشه و ما خیلی چیزاش رو نمیدونیم. وقتی من از تجربه شخصیم میگم، شما از تجربه شخصیت میگی، دیگری از تجربه شخصیش میگه، مجموعه اینها میشه تجربه اجتماعی و اون حس مشترک بین ما ایجاد میشه. اینجاست که در حقیقت یک همبستگی اجتماعی شکل میگیره. اینا تمام مسائلی هست. یعنی ما این نیستش که یکی بیاد بگه اتفاق افتاده، گذشته، تموم شده، ولش کنید. مثل نبوی، ابراهیم نبوی که در یکی از این مصاحبه‌هاش با وی او ای گفته بود، که فیلم ویدیویش هم هست، کسانی که مایل هستن میتونن برن صحبتش رو ببینن، بعد از جریان جنبش سبز یه مصاحبه داره، میگه یه عده‌ای رو کشتن، این خانواده‌شون ول نمی‌کنن، ول کنید، ول کنید، یه اتفاقی افتاده رفته. نه نه، اینطوری نیست. چی رو ول کنیم؟ اینها جان‌های شیفته بودن، یکی دوتا که نبودن، که حتی یکی باشه مگر میشه از کیسه خلیفه بخشید؟ مگر میشه فراموش کرد؟ یک چیزی که اصلا معلوم نیست ابعادش چی بوده، به چه دلیل اتفاق افتاده. مگر شما امروز اگر یک شیئی از خونت دزدیده بشه، میری کلانتری شکایت میکنی و میخوای دز رو بگیری؟ این همه انسان کشته شدن، چگونه میشه فراموش کرد؟ این یک کشتار سیستماتیک بوده. چه کسی حق داره؟ چگونه یک انسان به خودش اجازه میده در این حد از وقاحت بیاد یک اظهار نظر غیر کارشناسانه ای بکنه، یک اظهار نظر که از اون کشتار بدتر نیست؟ ببینید، یعنی شما باید از دل خانواده هایی که این آوار رو سرشون خراب شده بشنوید. چطور یک آدمی میتونه بیاد اونجا؟ و من واقعا اینجا بازم اعلام میکنم، از واقعا وی او ای چطور به خودش اجازه میده چنین تریبون هایی رو در اختیار افراد بذاره و این افراد بیان این حرف های مسموم رو در جامعه پراکنده بکنن؟ وی او ای در اینجا باید پاسخگو باشه. درسته در گذشته این حرف رو زده آقای ابراهیم نبوی و خوشبختانه الان دیگه یک مقداری رسانه ها یه کمی حساس‌تر شدن، حداقل اون کسی که اونجا نشسته مجری برنامه است، اون کسی که نشسته و صحبت میکنه اونجا باید بایسته در مقابل اطلاعات غلط. خودش باید اینقدر اطلاع آگاهی داشته باشه که وقتی الان من اگر حرف بی ربطی میزنم، حرفی اگر میزنم که درست نیست، شما به عنوان مجری این برنامه وظیفه داری که منو استاپ کنی، منو متوقف کنی و بگی تو داری اینجا اشتباه میگی. اگر من امروز اومدم ادعای غلطی کردم، اطلاع غلطی دادم، وظیفه مجری برنامه است که اجازه نده این صحبت‌ها در جامعه
اطلاعات غلط داده بشه و حافظه تاریخی غلطی در مردم شکل بگیره. این از این جهت بسیار بسیار مهم هست و من به همین دلیل هست که به این نکات اشاره میکنم. و اما بحث دیگری که میخوام مطرح بکنم، رابطه عدم فراموشی و مسئله حافظه جمعی یا حافظه تاریخی روی عدالت انتقالی هست. ببینید، جامعه روی آرامش رو نخواهد دید مگر اون که عدالت انتقالی در جامعه عمل به خودش بگیره، تحقق پیدا بکنه. حالا این عدالت انتقالی چی هست؟ عدالت انتقالی در حقیقت یه نوع عدالت نیستش. عدالت انتقالی یک پروسه است و در یک در حقیقت مجموعه از شیوه ها و اون مکانیزم هایی هستش که برای رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر و ایجاد عدالت در دوره های گذار از دیکتاتوری و یا جنگ ها یا بعد از جنگ ها یا در حتی درگیری های داخلی در جاهایی که در حقیقت سیویل وار اتفاق میفته یا اون جنگ های داخلی که هست، عدالت انتقالی انجام میشه. حالا من بعد از اگر فرصتی بود، نمیدونم چقدر فرصت داری، من الان متاسفانه وقت رو نگه نداشتم. خواهش میکنم صحبتتون رو بکنید. راجع به اتفاقا مسئله عدالت انتقالی مسئله خیلی مهمیه، ولی قبل از اینکه برسید به عدالت انتقالی، من خواستم که به دوستانی که این برنامه رو گوش میکنن یادآوری کنن که من کامنت رو باز نمی کنم، اما اون بخشی که علامت سوال هست شما میتونید که اگر در این ارتباط سوالی دارید بنویسید. من واقعا میخواستم این مسئله رو اضافه کنم که زمانی که اون در اون تابستان 67 که بزرگترین کشتارهای جوانها شد و عملا جامعه هیچ خبری ازش نداشت و حتی خود آقای خاتمی هم میگه که من نمیدونستم، ولی واقعا همین عدم فراموشی بود که تونستیم حمید نوری رو به دادگاه بکشیم و ذهن مردم رو در ارتباط با اون فجایعی که داره اتفاق میافتاد و اتفاق افتاده این باز کنیم. و الان در ارتباط با هر اعدامی و کسایی که تو خط اعدام هستن اولا اعتراضهای جهانی میشه، در صورتی که تو اون تابستان 67 یا اون کشتار روی پشت بام عملا به سکوت و گاهی وقتا هم به تایید میگذشت. من خواستم این بحث هم اضافه کنم. بفرمایید، نه شما صحبت دارید و صحبتتون رو ادامه بدید. مرسی که اشاره کردید. اتفاقا من میخوام حالا در این ادامه صحبت هم برگردم به مسئله سال 57 که به درستی بهش اشاره کردی. در حقیقت مسئله فراموش نکردن و عدالت انتقالی، اینا دو تا مفهومی هستن که کاملا و تنگاتنگ با هم مرتبطن و در حقیقت در خیلی از جوامع مثل جامعه ایران که خودمون هستیم بعد از یه تجربه تلخ تاریخی مثل همین اتفاقی که انقلاب 57 که اتفاق افتاده، حتی مثلا در مواردی گفتم مثل جنگ و دیکتاتوری و اینا، نسل کشی ها، جاهایی که نقض گسترده حقوق بشر اتفاق میفته، اینا همه در مورد ایران صدق میکنه در تمام این موارد. اون موقع هست که مسئله عدالت انتقالی مطرح میشه که ما از طریق این هست که میتونیم در جامعه ایجاد یا در حقیقت یک صلح و آرامشی بکنیم. این خوم رنگرزی نیست در حقیقت که بگیم حالا ولش کنید، فراموش کنید، حالا یه عده رو کشتن دیگه چقدر میگیم. این حرف غلطی است، اساسا غلط هست. به همین دلیل شعاری که من خودم دارم یا به اصطلاح ایده‌ای که من دارم اینه، میگم نمیبخشیم، نه فراموش میکنیم، ولی انتقام نمیگیریم، بلکه ما به دنبال عدالت هستیم، اجرای عدالت. یعنی به این ترتیب هستش که در عدالت انتقالی در حقیقت به دنبال بازگرداندن حقوق قربانیان هست. این قربانیان حقوقی داشتن، خانواده‌هاشون حقوقی داشتن،
و مسئله جبران خسارت هست. اینکه محاکمه باید بشن جنایتکاران. همینطوری نیست. شما الان طرف میره یه دونه گوسفند دزدیده، در جمهوری اسلامی مدن دستاشو قطع کردن، یه دونه گوسفند دزدیده، طرف حالا گشنه بوده یا هرچی، حالا من نمیخوام عمل دزدی اون آدم رو توجیه بکنم، اما در همین دادگاه های جمهوری اسلامی حکم قطع دستش رو دادن. چطور انسانی که این هم آدم رو کشته، بعد ما میبینیم حکم اعدام داده، بعد میبینیم میاد به مقام ریاست جمهوری که بالاترین مقام اجرایی در یک حکومت هست، به بالاترین مقام اجرایی میرسه. این به خاطر همین مسئله است که ما میگیم باید برای که به صلح و آرامش برسیم باید مسئله عدالت انتقالی صورت بگیره، باید این مسائل گفته بشه. تا گفته نشه ابعاد این ابعاد این جنایت ها بر جامعه روشن نمیشه. شما به نکاتی اشاره کردید و خیلی خلاصه بار در مقاطع مختلف گفتید که از پشت بام مدرسه رفاه تا به امروز، خب حالا اون بخش برجسته رو گفتید، ولی بسیاری از اعدام هایی که در خفا صورت گرفته، خیلی هاش که هنوز ما نمیدونیم، خیلی هاش با عنوان خودکشی بوده، خیلی هاش با عنوان گم شدن بوده، و هنوز که هنوز خانواده های اعدامی ها از جمله خود من اجازه حتی برگزاری مراسم برای عزیزانمون رو نداریم. اجازه گذاشتن شاخ گلی در خاوران رو خانواده ها ندارن، اجازه کاشتن درختی رو بر اون خاکی که برهوته ندارن، در خانه هاشون نمیتونن مراسم برگزار بکنن، و اینها رو جامعه باید بهش آگاهی داشته باشه، علم و آگاهی داشته باشه. از طریق این گفتارهاست که میشه این آگاهی رو به درون جامعه برد و حافظه واقعی تاریخی جامعه شکل بگیره، نه اونچه که از طریق حکومت ها به جامعه منتقل میشه. حالا ببخشید آقای سوال اومده، حالا من میخوام که حتما یه مقدار توضیح راجع به عدالت انتقالی بدید و مخصوصا واسه کسایی که این مسئله رو باهاش زیاد آشنا نیستن. ولی دوستی پرسیدن که چطور در عدالت انتقالی میتوان خشم زیاد مردم را کنترل کرد. تو صحبتاتون اگر به این سوالم جواب بدید ممنون میشم. کاملا درست، سپاس از کسی که این سوال رو مطرح کرده. ببینید مسئله همون عدالت انتقالی یکی از خواصش گروه هایی که در حقیقت گروه های حقیقت یابی که شکل میگیره، برای همینه که مثل سال 57 نشه. در سال 57 وقت انقلاب شد، نه مردم جامعه با مفاهیم حقوق بشر آشنایی چندانی داشتند و نه با این مسائل آشنایی داشتن و نه اصلا میدونستن عدالت انتقالی چی هست. حتی بین گروه های سیاسی هم متاسفانه این مباحث نبود، یا اگر بود به صورت خیلی خیلی کمرنگی بود. ولی امروزه خب خیلی، الان 45 سال از اون نیم قرن گذشته و این سالهای کمی نیست، به علاوه در سطح جهانی هم تغییر و تحولاتی انجام شده. حتی در خیلی از جوامع مسئله حق حیات مطرح شده، در بعضی از کشورها حکم اعدام لغو شده، و اینها دستاوردهای بشری است. با عدالت، وقتی ما مفهوم عدالت انتقالی رو مطرح میکنیم، یکی از چیزها رو میگم، یکی از موارد اینه که محاکمه و دادگاه‌های عادلانه با حضور وکیل مدافع، با هیئت حاکمه نه مثل سال 57 مثل خلخالی، با هیئت حاکمه متخصص و حتی از مثلا جامعه بین الملل هم در این رابطه کمک گرفته بشه که بدون به قول معروف هیچ ضابطه‌ای دست به اقدامات خشن و حساب نشده انجام نگیره. در محاکمه هایی که گفته میشه افراد که در نقض گسترده حقوق بشر مشارکت داشتند
در حقیقت مورد حسابرسی و قرار بگیرم و جواب پس بدم. و کمیسیون حقیقت یاب در حقیقت وقتی تشکیل میشه برای بررسی و مستندسازی جنایت هاست. یعنی این مسئله کمیسیون حقیقت یاب از الان به شکل گرفته در حقیقت شروع شده و این کمیسیون حقیقت یاب کارشون اینه که اینها موارد نقض حقوق بشر رو مستند بکنن. حالا در فردای روزی که قرار هست به اصطلاح به دادرسی، این کمیسیون حقیقت یا اینها رو روی میز میذارن، کمیته های مختلفی تشکیل میشه از گروه های مختلفی، حتی محیط زیست جامعه باید در حقیقت دادخواهی بشه ازش، چه برسه به انسان. یعنی این محیط زیستی که بدون هیچ ضابطه‌ای مورد تهاجم عده‌ای قرار گرفته و از خاکش و جنگلش و منابعش از تمام نیست و نابود شده، آدم‌هایی که در تخریب محیط زیست نقش داشتن، اینها هم باید محاکمه بشن، اینها هم باید پاسخ بدن که چرا بر اثر مدیریت غلط باعث شدند که محیط زیست به نابودی کشیده بشه. منظور اینه که دامنه این عدالت انتقالی وسیعه، ولی ما امروز فعلا داریم در به اصطلاح چارچوب محدودتری صحبت میکنیم. مسئله دیگر این هست، ببینید خانواده ها وقتی یک انسان رو میکشن که فقط اون یک انسان نیست، این انسان پدر داره، مادر داره، همسر داره، فرزند داره، عمو و عمو، خاله و دوست و همکلاسی داره، در و همسایه داره. کشتن اون انسان فقط از بین بردن اون انسان نیست، تأثیر مستقیم در زندگی همه کسانی که به نوعی با این فرد در ارتباط بودن و اون در زندگیشون تأثیر داشته و اونها در زندگیشون تأثیر داشتن، تأثیر متقابل نقش داشته. بنابراین این مسئله نیستش که ما فکر کنیم حق یک نفر پایمال شده، نه، حق اون فرزندی که پدرش رو کشتن بیگناه پایمال شده، حق اون پدر و مادر و همسر پایمال شده. بنابراین این مسئله جبران خسارت خیلی مهمه، به رسمیت شناختن این رنج بسیار بسیار مهمه که جامعه حتی باید عذرخواهی عمومی بشه از خانواده ها که ما فقط در مورد حرفایی که میزنیم مسئول نیستیم، در جایی که نباید سکوت بکنیم و سکوت میکنیم هم مسئول هستیم. یعنی ما در برابر سکوت های نابجای خودمون هم مسئولیم. بنابراین این مسئله به اصطلاح جبران خسارت، دلجویی و به رسمیت شناختن این رنج از طرف جامعه، این بسیار مهمه. اینطوری نیست که یه وکیل بیاد بگه من نمیدونستم. چرا نمیدونستی؟ چرا بی تفاوت بودی نسبت به جامعت؟ تو یه روزنامه نگار چرا نمیدونستی؟ برای اینکه نون جمهوری اسلامی رو میخوردی، برای اینکه فقط در رسانه جمهوری اسلامی قلم میزدی. اینها مسائلی است که مهم هست. و اینکه در حقیقت جبران خسارت فقط جبران مالی نیست، بلکه شامل جبران مثلا خسارت معنوی و اجتماعی هم میشه و اونهایی که در حقیقت قربانی نقض گسترده حقوق بشر شدن. و مسئله دیگر که در به اصطلاح ارتباط داره با عدالت انتقالی، مسئله اصلاحات نهادی هست. اون نهادهای دولتی و امنیتی به اصطلاح برای پیشگیری از نقض حقوق بشر یا تکرار نقض حقوق بشر هستن باید شکل بگیرن، نه مثل اون نهادی که فرض کنیم خودش منظورم این نیست مثل وزارت اطلاعات که درست خودش به عکس داره عمل میکنه، بلکه نهادهایی باید نظارت بکنن، یعنی نظارت بکنن به اینکه نقض حقوق بشر در جامعه اتفاق نیفته. ما باید نهادسازی بکنیم در این رابطه. و اهمیتی که این عدالت انتقالی داره در حقیقت اعتماد رو به جامعه برمیگردونه و این خیلی مهمه. و حتی تا زمانی که به سیستم حقوقی و نهادهای دولتی اعتماد نداشته باشند، اون جامعه روش نمی کنه.
نمیکنه، اون جامعه به سمت توسعه پایدار نخواهد رفت، برای که اون شکاف بین دولت و ملت ادامه پیدا میکنه. به همین دلیل مسئله مهمه که دولت ها بتونن اون اعتماد رو برگردونن. یعنی تا زمانی که این عدالت انتقالی انجام نشه و این پروسه طی نشه، گفتم این رنج به رسمیت شناخته نشه، این مسئله هم اتفاق نخواهد افتاد. به هر حال یکی از کارهای دیگه که میشه کرد در حقیقت، حالا چه کاری میشه بکنیم، اینه که باید در مورد اون عاملان و عاملان نقض حقوق بشر، اونها باید مجازات عادلانه بشن و مسئولیت جنایتی رو که مرتکب شدن بپذیرن. نباید بگن ما مأمور بودیم و معذور. انسان شعور داره. الان یه نفر به شما مأموریت بده بگه برو یه نفر رو بخوش، آیا شما میری بخوشی؟ تمرد میکنی، میری استعفا میدی. الان حق انتخاب داره. حق انتخاب ببینید. بله بله. یه سوال کردن آقای کسروی که نقش خانواده دادخواهی در عدالت انتقالی چگونه باید باشد؟ خانواده های دادخواهان که الان خب چندین تا نهاد هست، یکی خانواده دادخواهان که مربوط به خاوران هست، مربوط به کشتارهای دهه 60 هست، که خب سالهاست دارن مبارزه میکنن. و اون چه که ما مثلا شما یه نمونه رو که در مورد نوری، دادگاه نوری در سوئد، یکی از دستاوردهای در حقیقت دادخواهانه، کسانی که در دهه 60 مورد سرکوب قرار گرفتن، عزیزانشون اعدام شدن، مثل خود من، من از خانواده دادخواهان هستم. و این روشنگری هایی که میکنیم، تاریخ شفاهی، تاریخ مکتوب، بیان خاطراتمون، بیان آنچه که گذشته، شکایت هایی که به سازمان ملل برده شده، گزارش هایی که به گزارشگران ویژه نقض حقوق بشر در ایران در مقاطع مختلف داده شده، همه اینها کمک کرده به شناخت ابعاد این جنایت. بعد از اون ما فتح فرامون داریم، متاسفانه چیزی که در ایران خیلی زیاد هست متاسفانه همینه که هر چقدر که جمهوری اسلامی دست به جنایت‌های بیشتری زده، نهادهای بیشتری در این مورد شکل گرفته، از جمله مثلا ما خانواده‌های کشتارهای سال 96 98، جنبش انقلابی زن، زندگی آزادی، هواپیمایی اوکراین، همه اینها به علاوه جریان جنبش دانشجویی در سال 1378، گمشدگان، همه اینها در حقیقت نهادهای کوچیک خودشون رو دارن و همه اینها هم که امروز به هم پیوستند و جنبش بزرگ دادخواهی رو شکل دادن. یعنی الان این مسئله هست و ما میبینیم که دیگه چیز پوشیده‌ای نیست و همگان دارن راجع بهش صحبت میکنن. در ادامه صحبتم که در حقیقت داشتم مسئله حمایت از قربانیان رو میگفتم که به مسئله به رسمی از شناختن درد و رنج قربانیان هست، این اقدام احترام به قربانیان و خانواده هاشونه و این در حقیقت کمک میکنه تا خانواده ها احساس بکنن رنجشون نادیده گرفته نشده. این مسئله مسئله مهمیه. و دیگر اون که خب این عدالت انتقالی کمک میکنه به جلوگیری از تکرار تاریخ، پایگذاری صلح و دموکراسی پایدار. و یکی از کارهایی که ما باید بکنیم در خانواده ها هم، حالا در ادامه سوال عزیزمون که پرسیدن، مسئله مستندسازی هست، آرشیف سازی هست که خانواده ها انجام دادن، حالا فیلم ساختن یا کتاب در کتاب های خاطراتشون، عکسایی که هست، نمایشگاه هایی که ترتیب دادن، موزه های سیاری که شکل گرفته و مراسم ها و یادبود هایی که از دلایل این که حکومت
حکومت جمهوری اسلامی اجازه برگزاری مراسم و یادبودها رو نمیده، به این دلیله که شما وقتی که من مراسم و یادبود میگیرم، عده‌ای میان در مراسم شرکت میکنن، هم حس همدردی ایجاد میشه و همون افراد میفهمن اگر همسایه من بیاد و در مراسم شرکت بکنه، کسان دیگری هم در این مراسم من شرکت میکنن که درد مشترک با من دارن، و این همون در همون فضای خانوادگی بعد مسئله رو به اون چهار تا در همسایه نشون میده. جمهوری اسلامی آگاهانه داره این کارها رو میکنه. یکی از مسائلی که متاسفانه باعث شد که صدای خانواده ها کمتر شنیده بشه، خانواده های دادخواهان، کمکاری رسانه ها بود. رسانه ها به دلیل این که منبع تغذیه شون، جاهایی که بهشون فاند میدن و سیاست هاش رو اون فاند دهنده ها تعیین میکنن، اگر امروز به فلان رسانه ایکس فاند دهندش بگه در مورد کشتار 67 باید سکوت کنی یا حق ساختن برنامه نداری، از اون رسانه مطلبی راجع به کشتارهای دهه 60 و 67 پخش نمیشه. و چون سیاست جهانی متاسفانه بر این اساس بود که نباید اون زمان راجع به این مسائل بحثی میشد، این بود که رسانه ها هم کمتر صحبت میکردن. هوشنگ عتیابی یکی از جان به در بردگان کشتار 67 است، برای من خاطری از خودش تعریف میکرد، میگفتش من یک مطلبی رو نوشتم که خب اون چه که دیده بود، و این رو برای چندین نشریه، برای چندین سایت فرستادم، هیچ کدوم حاضر به چاپش نشدم، هیچ کدوم چاپ نکردن تا یک روزنامه محلی یا یک هفته‌نامه محلی در کانادا نهایتاً اون رو چاپ میکنه که خب به دست حالا چند نفر رسیده معلوم نیست، ولی داشت از اون سالهایی که بعد از اینکه ایشون از سال 68 از زندان آزاد میشه و بعد مهاجرت میکنه میاد خارج از کشور، تلاشی که کرده بود که اون ابعاد شناخته بشه، کسی حاضر به شنیدن صداش نشده بود. و این مسئله الان ایشون زنده است و یکی از و منم الان اینا صحبته، من صحبت که میکنم به خاطر اینکه همین اونچه که در ذهنم هست به قول معروف فل بداهه من صحبت میکنم، همین الان یادم اومد که ایشون این خاطره رو برای من تعریف کرده بود. و در دادگاه نوری ایشون یکی از شاهدانی بود که مؤثرترین شهادت رو در دادگاه نوری داد، مؤثرترین، منسجمترین و واقعا یکی از بهترین شهادت هایی بود که در اون دادگاه ارائه داد، که خود اون هیئت حاکمه، من چون دنبال میکردم، هر برای من شب بود و برای اروپا روز، تمام دادگاه رو لحظاتش رو دنبال میکردم و این حس رو القام به این حس منتقل میشد که چقدر شهادت ایشون تونست شنوندگان این برنامه رو و شبانشون کسانی که در دادگاه بودن تحت تأثیر قرار بده، چون اون چه که بر دل از دل برایت بر دل نشیند، برای اینکه کاملا ایشون در اون فضا در زندان اون روزها حضور داشت و اون چه رو که دیده بود بدون کم و کاست، بدون سوگیری، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، اون گونه که بود در دادگاه بیان کرد. در هر حال من باز ببخشید خیلی طولانی شد صحبتم، ولی در هر حال این مسئله یه که خیلی باید راجع بهش حرف زد. من یه سوال اومده. بله خواهش میکنم، من در خدمت هستم. میگن که آیا عدالت انتقالی باید مستقل از رهبری و مدیریت انقلابی باشد؟ چرا؟ بله ببینید، مسئله اینه که عدالت انتقالی باید بدون سوگیری باشه. نهادهای قدرت، این اعتقاد من، نهادهای قدرت، قدرت و حاکمیت درش نقش نباید داشته باشن. و اینکه حقوقدانهای بی‌طرف، خانواده‌ها باید حضور داشته باشن، کسانی که آسیب دیدن باید حضور داشته باشن، کارشناسان باید حضور داشته باشن. وقتی که خب شما اگر کسی خودش جنایتکار هست
بیاد در اون پروسه شرکت بکنه، خب منحرف میکنه. بنابراین این نقش، این مسئله مهمه که کسانی که میان در اون عدالت انتقالی، البته در جامعه ما این رو من بگم، عدالت انتقالی در این مقطع که حاکمیت جمهوری اسلامی سر کاره، این امکان نداره انجام بشه. و من فکر میکنم که باید حتما کسانی در این پروسه شرکت بکنن که منافعی در حکومت قبلی نداشتند. خب فکر کنم که ایشون هم منظورش همینه که به عنوان دولت انقلابی، یعنی بعد از اینکه این حکومت سرنگون شد یا کنار گذاشته شده بود، یک دولت موقت انقلابی میتونه تو اون عدالت انتقالی به عنوان رهبری رو به دست بگیره یا نه. اگر من اشتباه نکرده باشم بذارید یه بار، آیا عدالت انتقالی باید مستقل از رهبری و متوجه سوالشون شدم. من اول سوالشون رو جوری، در وهله اول، در وهله اول قربانیان و بازماندگان هستند که میان و شهادت میدن، شواهدشون رو ارائه میدن و مطالبه عدالت و جبران خسارت هست. در وهله دوم در حقیقت اون نهادهای دولتی هستند که حالا در دولت آینده که در حقیقت در اون چارچوب‌های قانونی و با تضمین امنیت و بعد هم اون سیستم قضایی هست، دادگاهی که برای رسیدگی به جنایت ها هستند، کمیسیون حقیقت یا با آشتی باید باشه در اون تشکیلات و سازمان های جامعه مدنی. ببینید مثلا یک بحثی هست به نام این که مثلا آشتی، میگن آشتی ملی، شاید شما هم شنیده باشید، مثلا سال 88 که جریان رأی منکوب بود، کسانی بودند که به خصوص از بین اصلاح طلب‌ها مرتب مسئله آشتی ملی رو مطرح کرد. آشتی ملی در خلا انجام نمیشه که، آشتی ملی که همجوری نمیشه که ما بگیم بیاین دستونو بذارین تو هم و آشتی بکنید. نه، این یک پروسه‌ای رو باید طی بکنید، روندی داره و تا زمانی که اون، ما میگیم مثلا طرف نفس راحتی بکشه، یعنی حس درونی ایجاد بشه که این رنج به رسمیت شناخته شد، این عذرخواهی عمومی انجام شد، حتی کسانی که اگر در اون دولت انقلابی هستند به صورت رسمی وظیفه دارند که از خانواده ها دلجویی بکنن. حالا مکانیسمش بسیار مفصله. و بعد نهادهای بین المللی هم باید باشن که نظارت بکنن بر اون که مثلا در ماسمالی نشه قضیه و از زیرش در نرن. اینه که حمایت و نظارت سازمان های بین المللی رو هم میخواد. رسانه ها هم میتونن نقش بسیار مهم داشته باشن و حضور داشته باشن در روند. دائم باید اطلاع رسانی بکنن، دائم باید گزارش بدن. ببینید مثلا فرض کنیم دادگاه سوئد تجربه محاکمه نوری این تجربه خیلی خوب بود. اولا این روند دادگاه چقدر طول کشید، این رو شما مقایسه کنید با سال 57 در ایران که 5000 آدم انسان در سراسر ایران پشت درهای بسته در مدت کوتاهی اعدام میشن. هیچ روندی، روند عادلانه انجام نشده. ولی اینجا یک فرد داره محاکمه میشه، یک نمونه از عدالت انتقالی هست، البته در بعد کوچیکش، در بعد کوچیکش در حقیقت اونجا میبینیم که یک نفر میاد چند تا وکیل عوض میکنه، وکلای متعدد عوض میکنه، حق تعویض وکیلش رو داره در مقاطع مختلف، حق دفاع داره. در بعضی از جلسات وقتی من گوش میدادم ناراحت میشدم، خشمگین میشدم، فکر میکردم دادستان داره حق
دادخواهان رو داره میگیره، برای که کسی که دادخواه بود میومد صحبت میکرد، من احساس میکرد، احساس من این بود که زمان کمتری دادستان بهش میده، ولی چرا اینقدر حق میده این یوری حرف بزنه، چقدر حق میده دریوری بگه. یعنی همینطور این میتونست از خودش دفاع بکنه، و ولی ما دیدیم در نتیجه دادگاه، یعنی تمام حرفاش شنیده شد، حرفای شهود شنیده شد، و در نهایت رأی عادلانه در دادگاه که خب در سیستم قضایی سوئد حبس ابد 25 ساله به نوری دادن. حالا ما کار نداریم به زد و بندهای بین المللی و بین کشورها و سیاستهای خارجی کشورها، بحثش جداست، ولی سیستم قضایی سوئد به طور مستقل واقعا کارش رو انجام داد. و علاوه بر رسانه‌ها، در حقیقت اون بخش صاحب نظران سیاسی و اجتماعی باید حضور داشته باشن، رهبران سیاسی و کسانی که نقش مهمی در رهبری سیاسی قبل از انتقال داشتند، اونها میتونن حضور داشته باشن، که خیلی از دادخواهان خودشون تحلیلگران سیاسی هستند، کسانی هستند که صاحب نظر هستند، جز نخبگان سیاسی اجتماعی هستند، و اینها میتونن در اون در حقیقت در اون ترکیبی که در پروسه عدالت انتقالی هست میتونن مشارکت داشته باشن. بله، الان چیز ببینید، اگرچه حمید نوری آزاد شد، اما این دادگاه صدای مادران دادخواه سال 67 رو به گوش جهانیان رسوند. یعنی دیگه نمیتونن بگن نه چی بود چی بود ما نمیدونستیم. الان دقیقا همه میدونن و میدونن به این جنایت واقف هستن، و مهمترین به نظر من دستاورد اون محاکمه حمید نوری این بوده، حالا اگرچه اینو به ایران تحویل دادن و اینها، ولی این توی ایران همیشه به عنوان یک جانی جنایتکار بهش نگاه میکنن. پرسیده شده که بهتر نیست سازمان عدالت انتقالی از اکنون آماده سازی شود، به خصوص بیرون از ایران؟ ببینید، این کارها شده، داره میشه، در شرف انجام هست، خیلی وقت شروع شده و چرا در جریان هست و داره کارهایی میشه، هم در داخل هم در خارج داره انجام میشه. و بله، اصلا همین که خانواده ها در داخل در حقیقت کوتاه نیومدن از سقشون و دائم دارن این مسئله رو مطرح میکنن، شما ببینید مثلا خود خانواده های دادخواهان هواپیمای ملی از پا ننشستن، یا مثلا 96 98 خانواده های دهه 60 در ایران، و این جنبش دادخواهی پیوستگیش در حقیقت اون رو قوی ساخت، دیگه بازگشت پذیر هم نیست، یعنی این ترکیب شکل گرفت، اینطور میخوام بگم که شکل گرفته و دیگه نمیتونن این رو به اصطلاح جداش کنن. این یکی. و در مورد عدالت انتقالی هم این کارها در حال انجام هست. تشکر میکنم. من سوال دیگه نمیبینم و تقریبا هم داریم به انتهای برنامه میرسیم. از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید ازتون ممنونم، و احتمالا باید یک سری برنامه هایی در ارتباط با عدالت انتقالی بذاریم و یه مقدار ذهن مردم رو در ارتباط باش نوع شکل گیری و اینکه اصلا عدالت انتقالی دو تمام زمینه ها چی هست یه صحبت خوبی با هم دیگه داشته باشیم. در آخر اگر صحبتی داری، صحبت پایانی دارید بفرمایید، و اگر من یک سوالی دیگه دیدم بعد با تون در میان میذارم. من فقط یه نکته رو چون گفتم که به اشاره گفتم چند تا مثال اشاره میکنم، ولی دیگه صحبت های دیگه پیش اومد و فراموش کردم،
برای که عزیزان بیشتر به اصطلاح با این مقوله عدالت انتقالی آشنا بشن، من چند تا مثال رو میزنم. یکی مسئله آفریقای جنوبی هست، بعد از اینکه اون آپارتاید جنسی به اصطلاح تبعیض نژادی و آپارتاید در آفریقای جنوبی انجام شده بود، یک کمیسیون آشتی و حقیقت شکل گرفت در دهه 1990 بود که اینها در اون کمیسیون حقیقت تلاش کردند که مستندسازی بکنن اون گذشته رو و زمینه رو برای آشتی ملی فراهم بکنن و یه جامعه‌ای که برابر باشه. اون کمیسیون کمک کرد که کسایی که جنایت کرده بودن بیان اعتراف بکنن، مستندسازی ها کمک کرد. یعنی تجربه جهانی وجود داره. نمونه دیگری که میتونم براتون مثال بزنم، تجربه آلمان نازی هست که بعد از جنگ جهانی دوم بود، اون جنایت هایی که آلمان نازی انجام داد و مسئله هولوکاست ما دیدیم از طریق آموزش هایی که شد، موزه ها، یادبود ها. یعنی شما وقتی که در شهر برلین که تشریف ببرید اونجا، اولا که یک موزه داره مال هولوکاست است، یک بنای یادبود داره در نزدیک دروازه براندنبورگ آلمان که در اونجا باز یک بنای یادبود هولوکاست هست که هر مسافری میره میرن اونجا و میبینن، وقتی که جز جاهای دیدنی برلین هست. و علاوه بر اون خانه هایی که کسانی رو که بردن از اون خانه ها کشتن، یک پلاک های برنزی هست که اسم افرادی که کشته شدن، تاریخ تولد و تاریخ گرفتن بردنشون هست، چون که اینها رو بردن در بعدها رو در گروه های آدم سوزی یا هر کجا که اینها رو کشتن، زمانشون، زمان کشتنشون خیلی وقتا معلوم نیست ولی زمان بردنشون معلومه و که دیگه بازگشتی توش نبوده. در حقیقت این روی که بهش سنگ های سکندری میگن روی اونها هست و هر کسی میتونه بره ببینه. یعنی در خود به اصطلاح آلمان نازی هم این تجربه هست. این تمام تلاشی که در حقیقت در آلمان انجام میشه علیه فراموشی، تلاش میشه که این عدم فراموشی رو ترویجش بکنن و کردن، موفق شدن. یعنی شما وقتی باز میرید، فقط مال برلین نیست، من چون در برلین زندگی کردم میگم، در خیلی از شهرهای آلمان که یهودی ها رو گرفتن، این در خونه هاشون در جاهایی که بوده هست این سنگ ها. مثلا بعضی خونه از بین رفته و شده الان مثلا یک مثلا فروشگاه شده، یک محل فرهنگی شده یا هر چیز، ولی اون در اونجا یا وسط حتی خیابونه، از خیابون شده، ولی در اون خیابون شما اون برونزا رو میبینید. یکی دیگه مثال دیگه که میتونم بزنم آرژانتین هست که برای پیگیری جنایت های دیکتاتوری نظامی هست که در دهه 1970 تا 1980 بود و اونجا هم در حقیقت به اصطلاح رسیدگی به نقض حقوق بشر توسط حکومت نظامی بود که باز هم یک کمیسیون حقیقت یافت درباره ناپدید شدگان قهری انجام شد. یکی دیگه باز مثال رواندا رو میتونم بگم که در رواندا عدالت انتقالی بعد از نسل‌کشی شد که اونجا هم در سال 1994 بود که با ایجاد دادگاه‌های محلی و بین المللی و با کمک، یعنی با کمک گرفتن از حافظه تاریخی، با تلاش شد برای یک بازسازی اجتماعی. نمونه دیگرش ما در کانادا داریم. چرا اینو مثال نزنیم؟ ببینیم در کانادا در مورد بومیان جنایت های وحشتناک کرده و این هم در حقیقت در کانادا هم به خاطر پیگیری هایی که اگر فراموشی بشه، اتفاقا میخوام اینو بگم، اگر فراموشی انجام بشه اون پایمال میشه اون حقا. علت اینکه در کانادا این مسئله مطرح شد فشار گروه های مدنی، فشار کسانی بود که میخواستن این حقوق بومیانی که کشته شدن و حالا در جاهای مختلف پشت
قبرستان یا یک جایی کشف شد که حالا تعدادش رو چون در خاطرم نیست نمیتونم بگم، ولی تعداد خیلی زیادی که اینها رو کشته بودن و پشت کلیسا دفن کرده بودن، یعنی گروه های دست جمعی که از بومیان بود. و اینکه در خود دولت کانادا، کشور کانادا، به رسمیت شناخته شد بی‌عدالتی های تاریخی که بر بومیان اون کشور رفته، یعنی این مهمه که یک کشور بیاد و به خطایی که کرده، ظلمی که به یک گروهی انجام داده، بیاد و عذرخواهی تاریخی بکنه. این اتفاق در آلمان افتاد بعد از آلمان نازی و بالا تعدادی مثال رو زدم و امیدوار هستیم که در روزی روزگاری ما این مسئله رو هم در ایران ببینیم. و وظیفه فردی رو نباید فراموش کرد. انسان‌ها، تک تک انسان‌ها، هیچ کس نمیتونه بگه به من مربوط نبود. به همه ما مربوطه و هیچ کس نمیتونه از خودش سر به مسئولیت بکنه در بال فجایعی که در جامعه اتفاق میفته. من واقعا ممنونم از عزیزانی که صدای ما رو شنیدن و در این اتاق بودند و کسانی که بعداً خواهند شنید، و به خصوص از شما پروین عزیز که این برنامه های خوب رو تدارک میبینید. من بازم پوزش میخوام اگر زیاد صحبت کردم، ولی شاید نه، خیلی هم خوب صحبت کردی. تشکر میکنم و تشکر از همه دوستانی که با ما بودن و بعداً گوش میکنن. شب و روزتون خوش. مرسی، شب و روز شما خوش. سپاس. درود عزیزان.